کان، مصطفی صالحی نژاد، کاپیتان فصل گذشته تیم زوباهن که در این مسابقه از روی نیمکت بازی رو برای پیکان دنبال میکنه. حرکت زیبای ابراهیمی، خود ابراهیمی به خوبی توپ رو میرسونه به جمشیدیان. توره درخواست توپ میکنه، یه پاس عالی، موقعیت برای خسرو دری، با پای راست میتونه ضربه رو بزنه، حال ارسال، حال موقعیت به گل، در نهایت دروازه باز میشه، نتیجه 1-0 میشه در دقیقه 41. سپاهان 1 پیکان 0. احمد جمشیدیان دروازه رو باز میکنه و خوشحالی هواداران فولاد مبارک سپاهان. البته ابراهیمی این بار گلزنی کرد، فکر کنم اولین گل فصلشه. این ارسال، این ضربه سر جمشیدیان بود. ببینیم چه اتفاقی رخ داد داخل محوطه جریمه. حرکت جهانگیر عسکری بدین شکل ضربه رو میزنه و در ادامه داور صالح، صدیر صالح قصد داره ضربه رو بزنه. رحمتی دروازه‌بان با تجربه است. ببینیم پیکان میتونه بازی رو به تساوی بکشونه یا نه. صالح، صدیر صالح حالا میزنه ضربه رو و توی دروازه. گل برای پیکان، گل برای پیکان. نتیجه 1-1 مساوی میشه. اعتراضات امیر قلعه‌نویی در کنار زمین. سید مهدی رحمتی به آرامش فرا میخونه هواداران سپاهان رو، همچنین امیر قلعه‌نویی. با هم میبینیم این ضربه صالح صدیر رو که توپ در درون دروازه قرار گرفت. نتیجه 1-1 مساوی میشه. باز هم میبینیم از نمایی بروی دروازه ضربه سر از مدافعین پیکان که توپ رو بر میگردونن. یه پاس از جهانگیر عسکری که یک پنالتی گرفت. خود عسکری جونیور هم حرکت کرده، خود عسکری، نوید کیا باش حرکت میکنه، یه پاس به بیرون، موقعیت برای گل دوم پیکان در مقابل دروازه و گل، گل دوم برای پیکان. همه چیز عوض میشه، پیکان گل دوم رو میزنه. چقدر راحت جامون خط دفاعی سپاهان. عباس، علیرضا عباسفر گل دوم رو میزنه. محمد فنایی ناظر داوری مسابقه در کنار زمین هست. پیکان به یک بار دو گل میزنه و حالا این تیم پیکان هست که تیم برنده است. تا بدینجا اعتراضات امیر قلعه‌نویی به آی رفیعی. این توپیه که اول برگشت داد، در حالی که شما صحنه آستر رو حتی در سطح آسیا نداریم. واقعیتی که بایستی بپذیریم. موج تشویق هواداران سپاهان، یک ضربه سر با گل، گل برای سپاهان. احمد جمشیدیان گل دوم رو میزنه. چه فوتبالی شده دیدار سپاهان و پیکان. احمد جمشیدیان نتیجه رو 2-2 مساوی میکنه. تا حد انفجار پیش میره ورزشگاه فولاد شهر. مثل فینال داره بازی دنبال میشه و هیجان و حساسیت در این بازی موج میزنه. این ارسال و این فرصت طلبی جمشیدیان که اشاره کردم خوب به تیم پیکان گل میزنه. بازی بار دیگه 2-2 مساوی میشه. باز هم با هم مرور میشه. خسرو هیدری، توپ بلند هیدری برای ابراهیم توره. در اون سم احسان حادثفی، خود حادثفی میتونه توپ رو بفرسته، موقعیت عالی برای سپاهان و گل، گل سوم ابراهیم توره. نتیجه رو 3-2 میکنه. خوشحالی بی اندازه هواداران سپاهان. باز هم سپاهان جلو میفته و باز هم سپاهان برنده این مسابقه میشه. با هم میبینیم حرکت زیبای حادثفی، یه پاس به بیرون، توپ از رضای عبور کرد و این بغل پای قطانی ابراهیم توره توپ رو در درون دروازه قرار داد. تیم 10 نفره پیکان حالا 3-2 عقب میفته. با هم میبینیم این ضربه توره است.